احتمالا مشکل لگ بازی دارید که با رعایت کردن چند تا نکته میتونید این مشکل رو برطرف کنید. سلام بچه ها، چطورید؟ تو این ویدیو قراره مشکل لگ بازیتون رو برطرف کنید. اگه دیوایس ضعیفی دارید این ویدیو میتونه کلی بهتون کمک کنه. پس بدون معطلی بریم سراغ نکته اول. تنظیمات گرافیک مهمترین بخش بازیتونه. پس باید به درستی این تنظیمات رو انجام بدید. گرافیک حتما روی اسموث باشه. حتی اگه آیفون 14 داشته باشید پایین‌ترین گرافیک رو انتخاب کنید چون بهترین گزینه است. بخش فریم ریت، بازیتون رو روی بالاترین فریم ریت قرار بدید تا لگ بازیتون تا حد ممکن کم بشه. پایین‌تر رنگ بازیه که ربطی به لگ نداره، ولی خب اگه دوست داشتین روی کالرفول تنظیمش کنید. این گزینه یکی از دلایل اصلی لگ بازیتونه که باعث داغ شدن و مصرف بالای باتری میشه. توصیه میکنم حتما غیر فعالش کنید حتی اگه گوشی خیلی قدرتمندی داشته باشید. نور بازی رو بین 130 تا 150 درصد تنظیم کنید و در آخر این گزینه رو غیر فعال کنید. این شد از بهترین تنظیمات گرافیک پابجی موبایل. همچنین یه نکته خیلی مهمی که وجود داره مربوط میشه به این دو گزینه. توی بخش رکوردینگ این دو گزینه رو حتما غیر فعال کنید چون باعث میشه که از سی پی یو بیشتر استفاده بشه. نکته دوم، حافظه داخل گوشیتون میتونه روی لگ بازیتون تاثیر مستقیم بذاره. اگه حافظه گوشیتون پر باشه عملکرد دستگاه پایین میاد، چه بسا که شما گوشی رو برای بازی کردن استفاده میکنید. پس بهتره همیشه 10 گیگ فضای خالی داشته باشید و میتونید عکس‌ها و فیلماتون رو داخل رم بریزید و از گوشیتون حذف کنید. نکته سوم، این یکی از نکاتیه که کمتر کسی میدونه. حساسیت بالا باعث افزایش لگ میشه. حالا چطور امکان داره؟ به عنوان مثال شما از حساسیت یه پلیر سری و حرفه‌ای که با 90 FPS بازی میکنه استفاده میکنید. این پلیر حساسیت بالایی داره و موقع چرخش سری صفحه لگی داخل بازی حس نمی‌کنه چون گوشی قدرتمندی داره و خیلی سریع میتونه که پردازش کنه. ولی اگه شما با 30 FPS بخواید با همچین سنسیویتی بازی کنید قطعاً دو برابر لگ بیشتری حس می‌کنید چون موقع چرخش سری صفحه گوشیتون نمیتونه این حجم از سرعت رو پردازش کنه و باعث لگ و افت فریم میشه. پس اگه از FPS پایین استفاده می‌کنید بهتره حساسیت پایین‌تری تنظیم کنید. فکر کنید فراید میخواد مثل فراری با سرعت بالای 200 کیلومتر لایکش کنه. خب چه اتفاقی میفته؟ نکته چهارم، یکی از مشکلات اکثر پلیرها بازی کردن با شارژ کم باتریه. اینو شاید بدونید که وقتی باتری گوشی زیر 20 درصد میرسه عملکرد دستگاه پایین میاد و همین باعث میشه گوشیتون لگ بگیره. پس بهتره همیشه قبل از اینکه وارد بازی بشید گوشیتون رو تا 90 درصد شارژ کنید و قبل از اینکه زیر 20 درصد برسه بازیتون رو به اتمام برسونید. اینطوری هم لگی کمتری میگیرید و هم باتری گوشیتون سالم میمونه. نکته پنجم، استفاده از برنامه کلیر کش و یا حذف کردن حافظه پنهان روش موثری برای کاهش لگ بازی و افزایش سرعت گوشیتونه. کلی برنامه وجود داره که حافظه پنهان برنامه‌هاتون رو حذف کنه، ولی خب توصیه میکنم از برنامه وان تپ کلیر استفاده کنید. با اجازه دسترسی به برنامه‌ها براتون به صورت خودکار میتونه حافظه پنهان تمام برنامه‌های داخل گوشیتون رو حذف کنه که اگه بخواید به صورت دستی این کار رو انجام بدید یه چیزی حدوداً 5 دقیقه تا 10 دقیقه زمان ازتون میگیره، ولی خب این برنامه خیلی سریع و به صورت خودکار براتون انجام میده. حافظه پنهان برنامه‌ها هیچ اهمیتی نداره، پس جای نگرانی نیست. نکته ششم، پابجی موبایل میتونه تا 20 گیگ فضا اشغال کنه. البته اگه بخواید تمام مپ ها و اسکینای داخل بازی رو دانلود کنید. ولی اگه گوشیتون ضعیفه بهتره تنها مپی رو دانلود کنید که بیشتر بازی میکنید و اصلا نیازی به دانلود تمام اسکینای داخل بازی نیست. از قسمت ریسورس پک میتونید این پک هایی که اسکینا رو دانلود کرده رو حذف کنید چون با دانلود کردن تمام اسکینا بازی پابجیتون سنگین میشه و باعث لگ میشه. و حالا توی قسمت رپر بیایید و مپایی که بازی نمیکنید رو حذف کنید. این کار واقعا میتونه باعث کاهش لگ داخل بازیتون بشه. نکته هفتم، توی فصل گرما دیوایستون بیش از حد ممکن قرار که داغ بشه که هم آزاردهنده است و هم باعث افزایش لگ بازیتون میشه. توصیه میکنم حتما برای بازی کردن از فن گیمینگ و یا از پنکه استفاده کنید و توی اتاق نسبتاً تاریک و خنک بازی کنید. اگه به اتاق تاریک و خنک دسترسی دارید حتما اونجا بازی کنید چون واقعا برای یه گیمر اتاق تاریک و خنک میتونه باعث بشه که بازیکن توی بازی تصمیمات بهتری بگیره و دیوایستون دیگه قرار نیست داغ کنه و باعث لگ بشه. نکته طلایی،
اگه تمام این کارا رو انجام دادید و هنوز مشکلی لگ دارید، بهتون توصیه میکنم از برنامه GFX Tool استفاده کنید. این برنامه میتونه FPS بازیتون رو افزایش بده. یعنی اگه گوشی 30 FPS دارید، میتونه تبدیل به 60 FPS کنه. این برنامه بین پلیرای PUBG موبایل واقعا شناخته شده است. و شاید براتون سوال باشه که آیا بنی داره یا نداره. بذارید اینطوری بهتون بگم. من خودم قدیم وقتی که گوشی ضعیفی داشتم ازش استفاده میکردم و خب تو اون مدتی که از برنامه استفاده میکردم بنی نگرفتم و اینکه این برنامه کاملا معروف و معتبره پس نیازی به ترس نداره. بهتره که برنامه رو از داخل گوگل پلی دانلودش کنید. حالا بعد از اینکه وارد برنامه شدید نسخه گلوبال پابجی رو انتخاب کنید و حالا این تنظیمات رو اعمال کنید. اگه رزولوشن گوشیتون 1920x1080 میتونید که انتخابش کنید. اگه خیلی پایین تره 1280x720 مناسبه. این گزینه رو روی 60 FPS بذارید تا براتون معجزه کنه. البته باید بدونید این تنظیماتی که انجام میدم برای گوشی‌های خیلی ضعیفیه. اگه شما گوشی خیلی بهتری دارید میتونید که یکم خودتون دستکاری کنید. حالا از برنامه روی ران بزنید تا وارد بازی بشه و حالا میتونید بازی بدون لگ رو تجربه کنید. و اینم بود از تمام نکات مهمه کاهش لگ بازی پابجی موبایل که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. در کل اگه گوشیتون لگ داره به فکر خریدن گوشی جدید باشید. ولی خب به هر دلیلی اگه توان خرید گوشی جدید رو ندارید میتونید با رعایت کردن این نکات لگ بازیتون رو کاهش بدید. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید. مرسی.